سلام دوستان، امیدوارم که حال همگی عالی باشه و درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید. در ادامه بحث در واقع صرف افعال عربی عراقی دوستان برسیم به یک گروه جدید از فعل‌ها که خیلی جالبن دوستان. این فعل‌ها یه مقداری با فعل‌های دیگه که داشتیم قبلا، مثل کتب، رجع و مثلا گعد و غیره، یه مقدار متفاوت هستند. خب اول من میگم اصلا این فعل‌ها چی هستن، بعد بریم سراغ حالا تعریفشون. ببین دوستان، یه سری فعل‌ها هستن در زبان عربی، ما در قواعد عربی بهشون میگیم معتلات. معتلات فعل‌هایی هستن که حرف وسطشون، یعنی خب از سه حرف اصلی حرف وسط، یا واو باشه یا یه یا الف. واو، یه، الف. حالا الف کمتر دیده میشه، ولی واو و یه زیاد وجود داره. یعنی خیلی فعل‌های عربی هستن که حرف وسطشون واو و یا هست، مثل گول. ببینید حرف وسطش واو هست، گول همون گفتن. سیح، فعل دوم، ببینید از بالا سمت راست، سیح به معنی صدا زدن یا فریاد زدن. سیح، صدا زدن، فریاد زدن، اینا رو که قبلا هم داشتیم دوستان توی فعلای پرکاربرد گفتیم خدمتون. بیع به معنی فروختن، بیع، فروختن. سیر، سیر به معنی شدن دوستان، سیر به معنی شدن. کون به معنی بودن. روح به معنی رفتن. جیب یا ییب، گفتیم ج رو به صورت یه هم تلفظ میکنن. جیب یا ییب به معنی آوردن. و شوف به معنی دیدن یا نگاه کردن هست. ببینید حرف وسط تمام این فعل ها یا واو هست یا یه هست. خب یه نکته، در زمان حال که الان داریم کار میکنیم، همون زمان در واقع مضارع که الان داریم کار میکنیم، صرف این فعل ها زیاد متفاوت نیست با فعل های دیگه، در واقع تقریبا میشه گفت هیچ تفاوتی نداره. اما در زمان گذشته که بعدن میگم خدمتتون دوستان، در زمان ماضی در واقع که بعدن میگم خدمتتون، اینها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی صرف این فعل ها، فعل های واو و یه دیگه از این به بعد بهشون میگیم، با فعل های دیگه مثل که در واقع حرف وسطشون واو و یه نباشه، مثل کتب، مثل ارزگان خدمت شما، رجع، مثل گعد و بسیاری فعل های دیگه در زبان عربی، اینا فعل هاشون با هم دیگه متفاوت هست. پس دوستان خیلی خوبه که در واقع فعل ها رو فعلا به صورت دو گروه اصلی در نظر بگیریم، فعل هایی که حرف وسطشون واو و یه هست و فعل هایی که حرف وسطشون واو و یه نیست. حالا دیگه ساده، چون من خیلی دوست دارم دوستان به ساده ترین شکل ممکن به شما عزیزان عرض کنم و فقط اینجا دارم کاربرد اینها رو درس میدم، نمیخوام زیاد وارد مباحث سنگین در واقع گرامری و در واقع مبادی و قواعد زبان عربی بشیم. خب بریم سراغ صرف فعل گول دوستان. مثل دقیقاً فعلای دیگه، مثل کتب مثلا، خب میایم یه اضافه میکنیم اول گول، میشه اگول. اگول یعنی من میگم، پس میگیم آنی اگول، ها، من میگویم. برای انت، برای تو، تگول، ها، ت اضافه میکنیم، تگول. ولی خب دوستان چون اینقدر سنگینه، در واقع نمیگن تگول، میگن اتگول، یعنی تو میگویی. اتگول، تو میگویی. چرا؟ چون تگول یه مقداری واقعا سنگینه، اتگول یه امیر که ساده تر، فقط این امیر که ساده تر بشه تلفظ دوستان، همین. خودمون هم بهتر، یعنی خودمون هم اینو واقعا میتونیم تشخیص بدیم که اتگول واقعا سبکتر و راحتتر تلفظش نسبت به تگول. خب برای توی مؤنث یعنی انتی، خب به همون اتگول، خب یه ونون میدیم اتگولین، ها، مثلا اونطور که مثلا میگفتیم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916-533-1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.